رژیم اسد برای یک حمله گسترده به ادلب آماده میشه. جامعه جهانی نسبت به یک فاجعه انسانی هشدار میده. بعضی از مردم ادلب میگن اینجا رو ترک نمی کنند. اونها دیگه جایی برای رفتن ندارند. بعضی از اونها چندین بار در داخل سوریه آواره شدند. گزارشی از خبرنگار CNN. Officials in the US administration, including President Trump, این وضعیت ممکن است آرامش قبل از طوفان باشد. مقامات در دولت آمریکا شامل دونالد ترامپ اخطار دادند که اگر نظامیان سوریه در حمله برای بازپسگیری این آخرین استان تحت کنترل مخالفین از سلاح‌های شیمیایی استفاده کنند، با عواقب جدی مواجه خواهند شد. حدود نصف جمعیت فعلی استان که بیش از 3 میلیون نفر می‌باشند، فرار کردند. یوسف الاحمد که در ادلب فروشندگی می کند می گوید که وضعیت کسب و کار خوب نیست. یوسف الاحمد: بعض الناس مثلا عنده شوية خوف. Some people are worried and afraid, he concedes. Some are thinking of fleeing. As for me, I'm not going anywhere. بعضی از مردم ترسیدند و بعضی ها دارند به فرار کردن فکر می کنند. ولی تا آنجا که به من برمی گردد من هیچ جایی نمی روم. خبرنگار: حداقل الان در اینجا این آرامشی قبل از طوفان است. At least here, at least for now, this is the calm before the storm.